و برنامه گفتمان این هفته خوش آمدید. در یک نظام دموکراتیک و برخواسته از انتخابات، شهروند چه مفهومی دارد و پیوند شهروند با دولت و پیوند دولت با شهروند چی تعریف و جایگاهی دارد؟ اساساً شهروند به چی مفهوم است و حق شهروندی از کجا می آید؟ آیا رابطه دولت افغانستان با مردم و رابطه متقابل مردم با دولت یک رابطه شهروندی است؟ مهمانان ما در این بحث حضور دارند: جناب دکتر محمد داود راوش، استاد دانشگاه، جناب محمد ضیای دانش، استاد دانشگاه، جناب نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، و جناب اجمل بلوچزاده، فعال مدنی. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب نظری، میخوام سوال اول از شما بپرسم که برای گشودن بحث بسیار ضرور است که ما اول بفهمیم این شهروند چی باری معنایی داره از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، و اینکه بالاخره باعث یک اصطلاح در این زمینه از خود یک سرگذشت تاریخی دارد. عمدتاً چی مفهومی، با چی مفهومی شما نگاه میکنیم به طرف اصطلاح یا واژه شهروند؟ قسمی که شما در ابتدا گفتین، شهروند یک مفهوم است که رابطه با نظام دموکراتیک داره. در یک نظام دموکراتیک اساساً شهروند مفهوم پیدا میکنه، چون شهروند به عنوان مالک حکومت، به عنوان مشروعیت بخش به حکومت و به عنوان یک پدیده فعال که سازوکارهای دموکراتیک را در پیش میگیره و علاوه بر اینکه مشروعیت خلق میکنه بر حاکمیت، ناظر کارکردهای حکومت هم است و به عنوان یک رکن خیلی مهم در نظام دموکراتیک مطرح است. وقتی ما از شهروند سخن به میان میاریم، شهروند در مرور زمان آرام آرام پدیده های مثل شهروند، مثل رعیت، مثل تبع، اینا جا خالی کرده در برابر یک دیگه خود. شما یک زمان شاه داشتین، اما طبعا کسایی که از او پیروی میکرد اونا رعیتش بود بیشتر. رعیت به عنوان یک پدیده منفعل مطرح بود، به عنوان یک کنشگر مطرح نبود، به عنوان یک کنش پذیر مطرح بود. اما شهروند به عنوان یک کنشگر مطرح است، به عنوان شکل دهنده نظام مطرح است. وقتی ما میبینیم پروسه تکامل یکگونه مفاهیم در قرن 17، اصطلاح شهروند آرام آرام شکل میگیره و رایج میشه و حقوق شهروندی بیشتر در انقلاب کبیر فرانسه جایگاه خود باز میکنه و عمومیت پیدا میکنه. شما وقتی دقیقاً زمانی که جامعه در روندهای تکاملی و سیاسی سهم پیدا میکنه، یعنی اون طبعاً زمان است. طبعاً. در حالی که در اون مرحله مردم یعنی نقشی ندارن در تحولات سیاسی. اما پیشتر از او هم دولت شهرهای یونان و باستان رو داشتیم، یعنی قرنها پیش از این. مثلا دولت شهرهای یونان و باستان یک ویژگی خاص داشت که بر مبنای تقسیم بندی گروپ های مختلف از شهروندا بیشتر شهروند در اونجا مفهوم پیدا میکرد. مثلا یک شهروند متعلق به کدام گروه اجتماعی است. اما در انقلاب کبیر فرانسه بیشتر فردیت شهروند مطرح است، یعنی در قالب یک گروه مطرح نیست. فقط مردان آزاد حق رأی داشتن، یعنی زنان هنوز نبود و بردگان نبود، ولی این مفهوم ریشه هایش به اون روزگار برمیگرده. ریشه هایش برمیگرده، اما حالت متحول و تکاملی یافته این مفهوم است. و آرام آرام بعد از انقلاب فرانسه هم سرچار تحولات بسیار زیاد شده. اصطلاح شهروند، جناب استاد راوش، این حق شهروندی از کجا میآید؟ یعنی حق شهروندی چگونه به حقی گفته می شود؟ خدمت شما گیم که اول باید در یک نگرش تاریخی و آمدن به این نکته که بعد از رنسانس اروپا و خصوص انقلاب کبیر فرانسه در 89 یک اعلامی به نام حقوق انسان و شهروندان اعلام شد که در اون اعلامیه شهروند به کسی اطلاق شد که حق خود و فرمانبرداری و فرمانروایی خود در جامعه بدانه و حقوق برابر اصل اساسی حق شهروندی تلقی شد. شما حق دارین که انتخاب شوین، حق دارین که انتخاب کنین.
و مکلفیت های داریم و مکلفیت های داریم مکلفیت هاست وجایب است و حقوق است این همه اینا در یک کدکسی است مسائل یا یک مجموعی صفات مطرح شده مجموعی صفات چی است؟ مثلا شما به ایس یک شهروند آگاه در جامعه تان حق دارین که بگوین که اینی گپ که از قانون تخطی شده شما ناظری از او باشین شما یک شهروند آگاه هستین و آزادی، دموکراسی و شهروند بودن مستقیما متناسب است به میزان آگاهی اتباع و افراد از جامعه مستقیما متناسب است به میزان آگاهی ما بدون از داشتن آگاهی و فقط فیزونی آگاهی افراد است که میتونه شهروند آزاد بسازه یا در بند نگه کنه یعنی شهروند ما به کسی میگیم که عضویت جامعه را داشته باشه و حقش هم برای این هست که عضو اون جامعه است فقط خدمت شما در رابطه با ملیت میگیم که وقتی که حقوق شهروندی مطرح میشه ملیت این مرزا دیگر نیست قوم برتر، قوم پایینتر، قوم مساوی، قوم نامساوی وجود نداره فقط انسان است به عیز شهروند که او هم به میزان آگاهی خودش است ولی دو سه بحث دیگه هم در این رابطه است که بازور خدمت شما خواهد گفت جناب دانش در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده در حقیقت خواستن که تبعه را یعنی جاگزین شهروند بسازن ولی اینجا بحث بر سر زبانشناسی کلمه ها نیست که یعنی چی ولی اینها در حقیقت مقوله ها و اصطلاحاتی هستند که از خود بار معنایی دارن و سرگذشت تاریخی دارن و همپا با تحولات سیاسی اجتماعی این واژه ها از خود معناهای مختلف یافتن شما فکر میکنید که آیا کاربرد کلمه تبعه میتونه اون مفهومی را که در واژه شهروند هست بازتاب بده؟ همونطور که مستحضر هستین مفهوم شهروند یک مفهوم سیال و متغیر است از زمانی که پیدا شده و استعمال شدن در روم باستان و یونان باستان تا امروز تفاوت‌های زیادی در تعریف داشتن و ماهیت پدیده در واقع در کشورهای مختلف و مطابق با فرهنگ اجتماعی که حاکم بودن و نظام حقوقی که در کشورهای مختلف حاکم بودن از لحاظ تعریف مختلف و متفاوت بودن تفاوت هایی دیده میشن و حتی امروز هم در تعریف جامع و قابل قبولی در مفهوم شهروند نرسیدن و هنوز اختلافات ظریف در رابطه وجود داره یکی از بحث ها همین است که آیا واقعا شهروند در تمام کشورها با رعیت و با اتباع فرق دارن یا اینا تنها مباحث زبانی و کلمه و دستور و گرامر زبانی است و از لحاظ حقوقی اینا با هم دیگه تفاوتایی دارن خود در بسیار از فرهنگ‌ها دیده شدن که واقعا تفاوتایی داشتن همون که شما اشاره کردین بزرگوارا در یونان و باستان مثلا کسانی که برده بودن یا زنان حق رأی یا حق تعیین سرنوشت خودشان رو به عنوان یک شهروند نداشت و حتی در انقلاب فرانسه هم اونجا بحث برابری و برادری مطرح بود که مفهوم زنا خیلی در حق شهروند دخالت نداشت و بعد تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که خود زنا انجام داد بالاخره به عنوان بخش از شهروندان شناخته شد و حقوق خودشان را به دست آورد در افغانستان هم بحثی است که آیا ما فعلا تعریفی که داریم از شهروند چی هست شهروند آیا به کسی گفته میشه که دارای حقوق مشخص و معین همون حقوق است که در قانون اساسی در فصل دوم قانون اساسی ما ذکر شدند یا شهروند حقوق فراتر از حقوق داره که در فصل دوم قانون اساسی ذکر شدند من احساس میکنم که در بعضی از جاها تفاوتی بین اتباع و شهروند وجود داره چرا که شهروند حالا درست است که در افغانستان هم بر اساس نظام دموکراتیک ما داریم شهروندان هم در برابر یک دیگر مسئولیت دارند طبق تعریف هم نظام حاکم بر خود را تعیین میکنه و هم انتظاری داره که نظام در برابر اونا پاسخگو باشه و بر اساس سازگارهای قانونی هم نظام حاکم در برابر ملت پاسخگو هست اما در بعضی موارد از لحاظ فنی اصطلاحاتی در قانون اساسی و در فصل دوم وجود داره که میتونه مانع تحقق حقوق شهروندی باشه به عنوان مثال مثلا در بعضی مواد آمده که آزادی بیان خوب است مگر اینکه خلاف دین مقدس اسلام باشه یا مسائل اطلاعات دسترسی به اطلاعات حق شهروند است مگر اینکه مغایر حکم قانون یا مخل امنیت باشه که این کلمات عام در واقع به یک شکل میتونن بخش از موارد حقوق شهروند ضایع بسازن و نقص بکنه و در این حال موارد دیگه هم هست سپاسگزار هستم جناب بلوچزاده با این توضیحاتی که دوستان دادن در رابطه با مفهوم شهروند حقوق شهروندی مسئله اتباع بالاخره این رابطه شهروند و دولت است که در حقیقت میتونیم بگیم که ماهیت یک دولت تعیین میکنه حالا شما فکر میکنید که دولت کنونی افغانستان این رابطه چقدر با مردم شهروند میور است و
کردارهای اجتماعی سیاسی افغانستان چقدر با کردارهای شهروندان میماند؟ سلام به شما و مهمانان عزیز در بس و بینده های عزیز تلویزیون شما. در رابطه با نقش شهروندان در افغانستان و اینکه جایگاه از اینا در قانون اساسی تثبیت شد و به یک عبارت متفاوت تر که در قانون اساسی افغانستان بیشتر از اتباع یا تبع به کار رفت که دوستا بالای موضوع صحبت کردن که در حقیقت یک تفاوت میان شهروند و تبع وجود داره. اما دید دولت افغانستان از زمان شکل گیریش به خصوص دولتی که پس از حکومت طالبان به وجود آمد یک میراث بد را از گذشته خود با خود حمل کرد و با خود انتقال داد. هرچند نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها و بالاخره در مجموع یک بخش از حکومت بسیار تلاش کردند که شهروندان افغانستان را آموزش بدن و اینها را از حق و حقوقشان با خبر بسازند و در مسائل مختلف بخصوص در عرصه های سیاسی، در عرصه های اجتماعی و در عرصه های اقتصادی اینها جایگاه های اساسیشان را داشته باشند و اینها به مو مفاهیم و حقوق اساسی که اینها دارند با خبر شوند و در بسیاری از مواقع این حقوق اساسی هم برشان لحاظ شده بود و مراعات شده بود. اما متاسفانه وقتی که ما شهروند بالای شهروند بحث میکنیم، در پلوی شهروند یک بحث دیگه داریم به نام شهروند پویا و شهروند فعال. او شهروند است که به شأن شهروندی خود دست یافته، به شأن شهروندی خود دست یافته. جزئی ترین تعریف میشه برش گفت ای که او مسئولیت های خود را درک کرده و شناخت داره از جامعه خود و میفهمه در کجاها چی نکات وجود داره، چی نگرانی های وجود داره و چی خلافکاری های وجود داره، در روی عرصه ها به خاطر اصلاحش میپردازه و در عین زمان حق و حقوق دیگران را هم برش باور داره و برش احترام داره. این زمان است که رابطه شهروندی در حقیقت شکل میگیره و این شهروند پویا است که هر قدر پیشتر اشاره شد که یک مفهوم سیال است، در عین زمان که خودش مفهوم سیال است ولی خود شهروندا هم در مجموع یک حرکت سیالی دارند، به این معنا که اینها روز به روز رشد میکنند، تکامل میکنند، با ادبیات جدید آشنا میشن، با مفاهیم جدید آشنا میشن. اما متاسفانه در افغانستان چنین نشد. ما صرف نظر از این که چقدر کار کردیم، چقدر قوانین خوب تصویب شد، چقدر قوانین تانست که بخش از مردم افغانستان را تحت پوشش خود قرار بده و از حق و حقوقشان اینها آگاهی داشته باشند، اما نهادهای شهروند پرور و یا نهادهایی که محافظ شهروندان هستند اونها به مراتب ضعیفتر بودند. شما نهاد آموزش و پرورش اگر در نظر بگیرین، اینها در مضامین یا در کوریکولم درسیشان چقدر تانستن بعد از 12 سال یک دوره تحصیلی یک شهروند یا یک دانشجوی بسیار فعال و دانشجوی آگاه تقدیم جامعه بکنند. ما گاه وقتا میبینیم که این کمبودی ها چی از راه را در قابل جامعه هم رسانده. خب این بحث کابل جداست، ولی وقتی که هر قدر در ولایات میریم دانشجو مکتب نداره، مواد کافی در دسترس نداره و بالاخره به مشکلات مواجه میشه که در ابتدایی ترین مراحل از حقوق اساسی خود ناشناس و اون نهادها هم نمیتونه برشون مسئولیت ایجاد. خانواده ها را شما در نظر بگیرین، خانواده رکن اساسی جامعه است. اینها ابتدایی ترین کار را که باید بکنن بر فرزندانشان آموزش باید بدن که اینها در برابر جامعه خود، در برابر مردم خود چی حق و مکلفیت هایی دارن و بالمقابل مردم نسبت به اینها چی حق و حقوق را دارن. متاسفانه خانواده هم بنابر مشکلات اقتصادی که دارن کمتر میپردازن به آموزش به فرزندانشان و رو واگذار کردن به نهاد آموزشی که نهاد آموزشی رو انجام بده. نهاد پلیس یا نهاد محافظ قانون، اینها چقدر به خاطر حفظ شهروندان در جامعه، به خصوص حفظ جانشان، تامین امنیت از اینها و بالاخره حق و حقوق دیگه که اینها دارن، این افراد در گوشه و کنار افغانستان محافظت میشن. به اول حاضر من صحبت خود جمع میکنم. رابطه دولت با شهروندای افغانستان بیشتر رابطه رعیتی است، رابطه طبعه است با تا و شهروند و بالمقابل شهروندان افغانستان هم یعنی به اصطلاح شهروند بگوییم، اینها هم هنوز از حق و حقوق خود با خبر نبودن و همیشه در موارد بیشتر خصوصا در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی اینها واکنشی برخورد کردن تا اینکه نسبت به پدیده ها آگاهی داشته باشند. تشکر جناب بلوچزاده، سپاسگزارم. برمیگردم شما، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید. We'll be right back.
جناب نظری، گاهی گفته می شود که وقتی که دولتی یا حکامی یا حاکمانی در غیاب قانون یا برخلاف قانون می خوان بر مردم حکومت کنند یا بر مردم حکمرانی بکنند، در حقیقت مفهومش است که اینا مردم را به جنگ فرا می خوانند بر ضد خود، فاصله ایجاد می شود و مردم. حالا حکومت وحدت ملی متهم است، حالا همه روزه متهم است به فساد، متهم است به قانون شکنی، متهم است به چی که حتی خود مقامات این را مطرح می کنند بر ضد همدیگر. این چقدر سبب میشه که دیگر مردم هیچ گونه اون رابطه شهروندی را با این دولت مراعات نکنند و مردم هم بگن که چون از بالا چنین میشه و ما هم چه مکلفیت داریم به مراعات کردن قانون؟ فکر میکنین که یک دولتی که خودش به گونه قانون شکنی میکنه چه انتظار برده میشه که او دولت میتونه که فرهنگ شهروندی را مثلا در مابین مردم نهادی نبسازه؟ خب یک نظام بسیار قابل قبول نظام است که زیر چتر حاکمیت قانون قرار داشته باشه، میکانیزمایی را که در پیش میگیرم میکانیزمای دموکراتیک باشه و جوهر او نظام جوهر حقوق بشری باشه، یعنی یک نظام دارای جوهر حقوق بشری با میکانیزمای دموکراتیک تحت چتر حاکمیت قانون میتونه به عنوان یک دولت قابل قبول، دولتی که شهروند را به عنوان محور مطرح میکنه مطرح باشه. متاسفانه حکومت افغانستان نه دارای یک جوهر حقوق بشری سیام دولت افغانستان و رابطه ای که با شهروند داره و نه میکانیزم های دموکراتیک در اینجا رعایت میشه و نه حاکمیت قانون نداریم ما در افغانستان. وقتی وضعیت به این شکل باشه طبعا شهروند ها بر اساس یک نیاز رابطه با دولت میداشته باشه و دولت هم به عنوان یک مرجعی که بیشتر حکمرانی میکنه بر مردم مطرح است، نه به عنوان پاسدار حق مردم، نه به عنوان عرضه کننده خدمات تقریبا اونمو شکلی که بر رعایا مثلا حکمرانده میشه از بالا، در حالی که شهروند تأثیر گذار بر کارکردهای دولت می باشه. طبعا وقتی وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه اعتبار حکومت پیش شهروندا خیلی پایین میاد، کاهش پیدا میکنه، اعتبار حکومت در بین دیگر کشورهای جهان خیلی پایین میاد، در سطح رژیم بین المللی حقوق بشر آسیب پذیرهای دولت بسیار بیشتر میشه. شما ببینین دولت افغانستان یک دولت است که با تعهدات بسیار گسترده حقوق بشری نسبت به اسناد حقوق بشر داره، یعنی شما حداقل شاهدی هستین که دولت افغانستان حقوق کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حق طفل و کنوانسیون حق زن را کاملا به رسمیت شناخته و الحاق کرده در این کنوانسیون، اما کمتر به عنوان یک دولت پاسخگو بر کمیته مربوطه کنوانسیون ها در سازمان ملل مطرح بوده. مفهومش چیست؟ مفهومش ایست که یک سلسله تعهدات به عهده گرفته دولت افغانستان، اما برای اجرا در زمینه او تعهدات معضله داره و قادر در این نیست که گزارش بده برای سازمان ملل متحد. شما میدونید که افغانستان بیشتر از 31 سال شده که عضویت کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را داره، اما تا به حال یک گزارش هم برای کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد عرضه نکرده. این چی را نشان میده؟ این نشان میده که دولت افغانستان با پیوستن خود به اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر تلاش کرده که نمادین و سمبولیک برخورد داشته باشه تا اینکه واقعا مفاد مطرح در این کنوانسیون ها را اجرایی بکنه. رابطه دولت شهروند و به این شکل بالعکس رابطه شهروند دولت میتونه که از اینمی وضعیتی که در زمین تعهدات حقوق بشری هم دولت افغانستان داره بسیار آشکار شوه. یک دولتی که در شعار چیزهایی را مطرح میکنه اما در عمل روش های دیگه را که برای شهروند قابل قبول نیست در پیش میگیره. تشکر نظرسی. یک موزلی که در افغانستان وجود دارد که حتی مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی همدیگر را هم متهم ساختند به اینکه اینها با گرایش های قومی و زبانی و منطقوی عمل میکنند، در حالی که یک نظامی که میخواد به طرف دموکراسی بره باید گفتمان های بزرگ ملی برابر بیاندازه و باید فرهنگ شهروندی که فرد مثلا مطرح میکنه باید شهروند، چون دموکراسی با قوم و قبیله و تبار سر و کار نداره بلکه با شهروند سر و کار داره. فکر میکنین که در دولت افغانستان واقعا همین گرایش ها وجود داره و این گرایش ها چقدر خودش به موانی بزرگی بر سر راه دموکراسی تبدیل میشه؟ نام پرتو سیم بس میخواستیم کمی ریشه تر از اونو مالفه های اساسی
شهروندی آغاز کنیم که ظهور فرد، نهادهای جامعه مدنی، تفکیک امر خصوصی از امر عام عمومی، اینها در پیش زمینه های پیدایی جامعه هستند که در او هدف ماست که حقوق شهروندی و شهروند ظهور کنه، به وجود بیاید. پیشتر هم خدمت شما گفتم رشد آزاد و مستقلانه فرد متضمن رشد آزاد و مستقلانه جامعه است. جامعه را شما دریافت ندارین در جهان که افرادش ناآگاه، عقب مانده، به دور سیاست، به دور سواد و فقیر باشه ولی حضور فعال در صحنه داشته باشه. یک چنین جامعه وجود نداره. بنابران وقتی که میگیم ظهور فرد وقتی که میگیم یعنی تمام حقوق و آزادی های فردی انسانی که برای یک انسان در قانون مدون مو کشور تسجیل شده. یک. دو، نهادهای جامعه مدنی وقتی که میگیم یعنی تمام دم و دستگاه یک جامعه که برای تامین یک چنین حق مبارزه میکنن، کار میکنن و اونا میخوان نادینه بسازن. احزاب سیاسی و نهادهای دیگه که میتونن متمم باشه برزیم. در خلای از اینا نه شهروندی وجود داره، نه شهری وجود داره، یک جنگلی از انسانی. حالا ما ببینین، ما سوال مشخص من این بود که آیا چنین گرایش های در درون دستگاه میبینیم؟ ما حالا چند هزار نهاد مدنی داریم، دست کم 100 حزبی راجستر شده داریم، دیگر رسانه ها و اجزا داریم، اونا که بدون شک که تأثیر گذار هستن برای تعمیم مثلا ای که این یک پرسش است که چرا اینها به نوبه خود نتوانستن مثلا برای تعمیم این گپ. آیا فکر میکنید که وقتی که در صورتی که دولت، یعنی دولت ملت هم که در صورتی که دولت خود پالیسی های بسیار روشنی برای شکستاندن این مرزها نداشته باشه، فکر میکنید این تلاش ها در پایین میتونه کدام تأثیری بر جای بگذاره؟ ببینید دموکراسی چند دموکراسی یکی از بالا تامین میشه. در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه یک دموکراسی اومد. نه حالا ما وضعیت فعلی نام دموکراسی از بالا تامین میشه. ملت ما یک ملت دموکرات از نهادینه شده با نمون نهادهای جامعه مدنی که خراجستر اعضاب از خراجستر نهادهاست. یکی چقدر این نهادها در پویه تاریخ، در جریان تاریخ دانستن بیس نهاد تبارز کنن، چگونه این همه واقع شد؟ یکی جنگل نهادها و اعضاب است، یکی که چقدر اینا جا افتاده هستند در تار و پود جامعه. از نظر جامعه شناسی افغانستان، ما افغانستان یک کشور رها، یک کشور تقریبا یله میدانیم، یعنی از هم گسسته میدانیم. تمام تار و پود اجتماعی بنابر جنگ های متداوم آسیب دیده. خب همه افزارهایی که ما را به طرف یک جامعه مدرن میبره، احزاب سیاسی است، نهادهای مدنی است، یعنی اینا که آمدن و مثلا روی اوراق، حالا پرسش شما، خودتون رهبر یک حزب هستین، یعنی شما که آمدین برای چی هدف آمدین؟ برای اینکه مردم آگاهی بودین ریشه هایتون چی باشه و به طرف دموکراسی به پیش بره. دموکراسی یک فرهنگ است، مردم فرا نگیره نمیشه. حالا سوال ما همیز بایست یک رهبر یک حزب، شما احزاب سیاسی در این زمینه چی کار کردید؟ احزاب سیاسی در حزب ما به صورت مشخص، نه من در کلیت میخوام، نه در کلیت ما از تمام احزاب گفته نمیدونیم. بعضی احزاب به دستای مختلف تقسیم میشه. احزابی است که خصوصیت پیشرونده داره، احزابی است که خصوصیت محافظه‌کار داره، احزابی است که طرفدار عقبگرد تاریخ است. ما به این حزبی که طرفدار پیشرفت و تکامل و حرکت پیشروندی تاریخ هستیم، برای آگاهی دهی، برای انسجام مردم در 34 ولایت افغانستان کار کردیم و کار میکنیم. برنامه میوار حرکت میکنیم. اول میخواهیم که نیمی دموکراسی را که شما میفرمایید در درون حزب تامین کنیم، یعنی مقامات حزبی از پایین تا بالا باید به صورت دموکراتیک. خب حالا این کارهای درون حزبی شما، من میخوام بگم که به صورت ملموس وقتی که ما مردم افغانستان باید ببینه که احزاب سیاسی افغانستان چقدر برنامه های آگاهی دهی در زمینه مثلا آموزش های مدنی برای مردم افغانستان دارن که متاسفانه بسیار روشن دیده نمیشه. نه ببینید نیجا باز زمینه ها را مشکلات امنش باید بررسی کنیم. شما در یک بحث بسیار مختصر تلویزیونی نمیتونیم که تمام چالش هایی که در برابر ما قرار داره. حزبی که زر و زور داره، حزبی که تفنگ داره و را گرفته و پول گرفته، و از یکی روشن فکری که با اعضای باورمند معلوم میشه که کنار ما در این زمینه هم زیاد چی نداریم، یعنی پیشرفتی نداریم. پیشرفت به دلایل مختلف شما. خود دولت پرابلم داره. دولتی نبوده که حامی اعضاب مدرن، مترقی و دموکرات باشه.
جناب دانش، در صورتی که دولت از احزاب زر و زوردار حمایت میکنه، نه از احزاب ملی و دموکراتیک، و نه زمینه را میسازه برای احزاب و نه هم زمینه برای نیادهای مدنی میسازه، چگونه ممکن است که ما بگوییم که ما میریم به طرف جامعه شهروند محور یا به طرف جامعه که تفکر دموکراسی و شهروندی در اونجا نیادی نشود؟ یعنی دولت به گونه مانی، گونه که گفته شد، به گونه مانی گسترش چنین مفهومی در جامعه است؟ من فکر میکنم که روند تولید و بازتولید مفهوم شهروند مفهومی از بالا به پایین نیست، برعکس است. به این معنی که حکومت در واقع شهروند ایجاد میکنه و جامعه شهروندی رو ایجاد نمیکنه. حکومت یک بخشی از جامعه شهروندی هست. به این معنی است که وقتی یک جامعه از حالت رعیتی خلاص میشن، از حالت اتباع خلاص میشن، او زمانی است که به یک دانش دست پیدا میکنن. به این معنی است که به دانش مسلم میشه که اونا میدانند به عنوان یک انسان از حق کرامت انسانی. خب اول باید این حقوق در ساختارهای مثلا ساختارمان شود، در قوانین از نهادهای دولت زمینه های این را بسازه که مردم از نهادهای مختلف برسن. از مجاری مختلف دانش و معلومات به یک جامعه سرازیر میشن و افراد یک جامعه از حقوق خودش اطلاع پیدا میکنند، از مسئولیت ها و وظایف خودش اطلاع پیدا میکنند، متناسب با مسئولیت ها و تکالیف شهروندی که دارن حکومت با وجود میارن که حکومت از حقوق آنها دفاع بکنه و پاسخگو باشه، یک رابطه متقابل بین اونها با وجود میاد. اگر حکومت تلاش بکنه جامعه رو بسازه، قطعا من اعتقاد می کنم که باز به سمت رعیت شدن و به سمت اتباع پیش میره، چون قدرت ذاتش و تمایلش به طرف استبدادگرایی است و کوشش میکنه که همیشه کسایی که پایین تر از حکومت هست اینا با کسایی باشن که از حکومت جواب نخواهه و سوال نکنه. به اون خاطر من اعتقاد می است که شهروند زمانی به وجود می که آگاهی ما بالا برن و زمانی که آگاهی ما بالا رفت و دانش پیدا کردیم، تبدیل میشه به یک نگرش، تبدیل میشه به یک بصیرت. بصیرت و نگریش است که رفتار افراد تغییر میتند، عمل کرد افراد ایجاد میکنه به وجود میاره و اون کرد و رفتار دقیقاً در همین جاست. این بصیرت و نگرش در جامعه بر اساس یک سلسله افزارها یا برنامه هایی است که باید به وجود بیاد و هدفمند باید کار شود. زمانی که دولت مثلا برخوردی مثلا تبارگرایانه داشته باشد، برخوردی داشته باشد با احزابی که اون احزاب با دموکراسی باورمند نیستند، با اونا بزیاد ششت و برخواست داشته باشد، احزاب ملی و دموکراتیک و احزابی که میخواد تفکر دموکراتیک در افغانستان گسترش بدن، با اونها زمینه سازی نمیکنند، نیادهای مدنی را حمایت نمیکنند، از حقوق اتباع شهروندان حمایت نمیکنند، چگونه میشه که این بینش به وجود بیاد در جامعه؟ نه تنها بینش به وجود نمیاد که بلکه یک نوع عکس العمل در برابر دستگاه با وجود میاد که این دستگاه دستگاه قانون محور نیست. من با بخش فرمایش شما کاملا موافق هستم و او زمانی است که حکومت مسئولیتش بر رسمیت شناختن حقوق شهروند است، حفاظت از حقوق شهروند است و تامین حقوق شهروند است. اما حفاظت و بر رسمیت شناختن و تامین حقوق زمانی امکان پذیر داره که فرهنگش و ظرفیت اجتماعی، زیرساختهای فرهنگی او کاملا به وجود آمده باشه. من یک مثال خدمت شما عرض میکنم. اگر حکومت حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسه و برای حفاظت و تامین و تعمیلش هم تلاش بکند، اما زمانی که زیرساختهای اجتماعی، زیرساختهای فرهنگی او آماده نباشند، آیا با ضمانت اجرایی و ضمانت‌های حقیقی وجود دارند؟ یک بحث است که در نظام حقوقی که مسئولیت حکومت هست و در نظام رسمی به رسمیت شناختنش است و او مسئولیت حکومت است، و یک بحث است که ما فعلا در افغانستان هم مشکل در نظام حقوقی بحث شهروندی نداریم. حتی اگر به عنوان ما حقوق شهروندی یا منشور حقوق شهروندی رو در افغانستان نداریم، او یک بحث جداگانه است. مشکلی که در افغانستان است مشکل ضمانت های اجرایی حقیقی است، یعنی در واقع ضمانت حقیقی برای اجرایش وجود نداره. چرا؟ به خاطر که زیرساخت های فرهنگی و زیرساخت های اجتماعی برای تحقق چیزی به نام حقوق شهروندی در افغانستان وجود نداره. من خیلی اعتقاد ندارم که در افغانستان. ببینید امیر، میشه کمی روشن‌تر بگید منظورتون از نبودن زیرساختهایی برای تامین حقوق شهروندی چیست؟ یعنی ببینید از لحاظ حقوقی من پیشتر هم عرض کردم که در فصل دوم قانون اساسی اتباع حقوق بسیار خوب به رسمیت شناخته شده که واقعا میتونه در حد زیادی تامین کننده حقوق شهروندی باشن. اما در بحث اجرایی و در بحث حقیقی شما بیاین مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، دولت اگر کوشش کنه از طریق مالیات عدالت در جامعه تامین بکنه که بخش تمام افراد جامعه عادلانه از امکانات فراهم شده باشن، اما دولتی که نمیتونه اتباع خودش به صورت کامل بشناسند و شناسایی داشته باشن کسایی که مالیات میتن و نتونه به گونه درست از ببینین نمی پرداخت مالیه یکی از مکلفات های شهروند. وقتی که شهروند نمیفهمه که از مالیه من چگونه استفاده میشه، مثلا مثالش که امروز بحث های بسیار زیاد است، این مالیه ای که دست کم بگویم در مورد مثلا
موبایل ها که گرفته میشه. شهروند نفهمید تا حال که این کجا رفته. وقتی که شهروند نمیفهمه که دولت از مالی از این چگونه استفاده میکنه، این به بودجه دولت میره یا بودجه ملت در کجا مصرف میشه، اون زمان است که این فاصله امون حالتی است که بیشتر ما گفتم که در حقیقت دولت هایی که در خلای قانون یا مثلا برخلاف قانون عمل میکنن، در حقیقت شهروند خود به جنگ فرا میخوانند. در حقیقت بحث فاصله باز این برمیگرده به این که دولت باید مکلفیت دولت در پاسخگویی به شهروند احساس میکنم یک بحث جداگانه است، اما این که دولت فرهنگ یا زیرساخت های ایجاد شهروندی را به وجود میاره در واقع، یا این که خودش باید به وجود بیاره، بحث من فکر میکنم تشکر از شما برمیگرده. جناب بلوچزاده، چی فکر میکنین که بالاخره ما برای ایجاد تفکر شهروندی، برای اینکه دولت پاسخگو باشه، برای از اینکه شهروند بفهمه که چی امتیازات دارم، چی حقوق دارم و چی مکلفیت های دارم بفهمه، چیگونه ایجاد میشه؟ اون افزارهایی را که میگن که مثلا باید نهادهای مدنی در این زمینه دخیل باشه، این باشه، مثلا احزاب سیاسی باشه، میگن خب حالا اونها هم دولت به گونه تبعیض‌آمیز با این چیزها برخورد میکنه، هم با نهادهای مدنی و هم با مثلا با احزاب سیاسی. پس به نظر شما راه چیست؟ آیا زیر نام دموکراسی دارد یک حرکت های قومی در حال شکل گیری است، یا ای که ما به طرف جامعه شهروند شدن چگونه میتونیم پیش بریم؟ در رابطه به بحث های قومی و حرکت های قومی گاه وقتا بسیار نگرانی نسبت به مسئله وجود می داشته باشه و حتی فکر میشه که این اختلافات و این زدوبند های قومی احتمال داره که کشورها را به بحران مواجه بسازه، یک بحث است بله، اما از لحاظ جامعه شناسی یک بحث مدرن هم هست. وقتی که اقوام به دانایی رسیدن، به آگاهی رسیدن، در طول تاریخ حقشان تلف شده و در طول تاریخ نسبت به اینها به حرمتی صورت گرفته، به عزتی صورت گرفته، حالا در یک مقطعی از زمان مجال برشان مساعد شده، اینها حق خود می خواهند، این حق از دولت می خواهند، این حق از همتبار خود می خواهند، این حق از قوم دیگر می خواهند که در طول تاریخ او قوم نسبت به اونها می تونه کارروایی های داشته باشه. از این بحث نترسیم. در اول من احراز داشتم از این بحث، اما اجازه بدیم که امین بحث های قومی به شرط این که به جنگ، به خصومت و به حذف فیزیکی یکدیگر نانجامه به اوج خود برسه. در آخر روز اقوام در کنار هم مینشینن و رای حل دریافت میکنن و همش به این نتیجه میرسه که ما حق و حقوق برابر داریم نسبت به یکدیگر و هر کدام ما جایگاه مناسبه چه در قانون اساسی و چه در ساختار حکومتی باید داشته باشیم. این رای حل دریافت شده نیست و بهتر همی از کاله خوب صحبت ها میشه، اما اقوام، اما بزرگان و افراد هستن که تلاش میکنن که راههای میانه و راههای را دریافت بکنن که همشون بگن ما یک ملت هستیم و در یک سرزمین زندگی میکنیم و بالاخره میمونه مسئله حکومت. حکومت افغانستان برنامه‌اش طور از ابتدا تا به همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، یکی از مواردش تجدید کردن اختلافات بود، ولی خوشبختانه هنوز همه اقوام افغانستان با درایت و با مفراست که داشتن تانستند که در بسیاری از موارد از تنش‌ها و از تقابل که با هم مواجه میشدن جلوگیری کرد، اما حکومت هر لحظه میخواست که این کار را انجام بده. تاده صحبت ما جمع میسازم به اینکه رابطه شهروند با دولت رابطه مستقیم بود. شهروند میه دولتش انتخاب میکنه، یعنی از یک طرف میه حکومتش انتخاب میکنه، برش رای میده، از یک طرف میه قوه مقننه خود انتخاب میکنه و در نهایت قوه مقننه و قوه اجرایه میان قوه قضایه را به نحو انتخاب میکنن ازش. اما صحبت ما این است که ما وقتی که شهروند مسئول داریم، وقتی که شما صحبت میکنین که این شهروند با آگاهی میرسه، بله نهادهای جامعه مدنی در این نقش داره، بخوایم نخوایم ضعیف ترین نهاد جامعه مدنی حضورش در شرایط فعلی لازمی است. اینها ما را وادار به این میسازد که بالای از اینا فکر بکنیم، بالای از اینا بیندیشیم و در نهایت ما شهروند تربیت بکنیم و شهروند به وجود بیاریم، یا شهروند به وجود بیاد ساده ترش. این شهروند وقتی که در امو مراحل رشد فکری و تکامل آگاهی که پیشتر از بعد شد رسید، تبیس یک دولت خوبتر می سازه. این دولت است که اون نیازمندی های شهروند برش پاسخ می ده. شما بس مالیات مطرح کردین، بله به حساب پرداخت مالیات ما شهروند هستیم، اما شفاخانه نداریم، مکتب نداریم، کلینیک نداریم، راه نداریم، امنیت جان نداریم، امنیت مال نداریم. از این لحاظش باز ما کمبود داریم که برمیگرده به دولت، به نهادی که شهروند محافظش است. بالاخره نهادی در مجموع میخوایم بگویم این حکومت بله مشکلات خود داره، این حکومت ختم شدنی است، ولی به هیچ عنوان نمیشه که بگویم که این مشکلات قومی ادامه خواهد داشت، راه حل برش پیدا میشه. این شهروندا روز شهروندای واقعی افغانستان خواهد شد، برش راه حل دریافت میشه و این نهادهایی که امروز آهسته آهسته ضعیف شدن، ناتوان شدن، اینها دوباره پس قوی خواهند شد و حکومت های بعدی و آینده را پاسخگو در مقابل خود خواهند.
ایران ساخته. تشکر از شما. جناب نظری، فکر نمیکنین هر گونه تبارگرایی یا قومگرایی خود یک نوع ناسیونالیزم تباری را در جامعه سبب میشه؟ و این ناسیونالیزم تباری میتونه که به صورت یک ایدئولوژی، یک طرز تفکر و یک طرز دید در برابر تفکر دموکراتیک، در برابر تفکر شهروندی قرار بگیره. حالا در افغانستان گفته میشه که وزرا دیگه و اینا همیشه یا یک نوع مثلا حرکت هایی که فقط بیشتر قوم محور است دیده میشه. فکر میکنین که اگر این گونه به پیش بره، ما با مشکلات جدی در آینده روبرو نخواهیم شد؟ طبعا با مشکلات بسیار جدی روی خود شدیم. اما یک مسئله است، وقتی معضله قومی وجود داشته در افغانستان، وقتی تبعیض وجود داشته، وقتی ضعف عرضه خدمات از طرف حکومت به شکل بسیار آگاهانه برای بخش های از اجتماع افغانستان وجود داشته، بنان اینمی واقعیت باید آشکار شود، باید برملا شود، باید بیان شود، باید به رسمیت شناخته شود، باید دیالوگ شکل بگیره، باید گفتگو شکل بگیره، باید در پروسه های شکل گیری اینمی دیالوگ ها این معضلات آرام آرام حل شود و جایگاه های خود از نظر فکری هم پیدا کرده بتونه. شما ببینید وقتی افغانستان به عنوان یک کشور مطرح است که جنگ های قومی رو پیش سر مانده، کنفرانس بون که شکل میگیره بر مبنای قومیت تقسیم قدرت صورت میگیره. چرا صورت میگیره؟ به خاطر که اقوام افغانستان وقتی درگیر بودن با هم، هر کدام از اینا در صدد ارضای و غرور قومی خود بودن و غرور قومی از اینا وقتی ارضا میشد که اینا مشارکت در حاکمیت میداشتن. اما آرام آرام از این مرحله داریم عبور میکنیم ما و شما. مثلا شما ببینین حالا بیشتر اقوام افغانستان از این کده که در صدد ارضای غرور قومی باشه، در صدد تامین منفعت قومی خود هستن. حالا خدمات میخواین، حالا نمیگه که برای ما وزارت فواید عامه رو بده، حالا میگه برای ما سرک بساز، نمیگه که برای ما وزارت فواید عامه رو بده، صحت عامه رو بده، میگه برای ما کلینیک بساز. متوجه هستین؟ آرام آرام این مراحل ما باید سپری بکنیم، باید طی بکنیم. از ارضای غرور قومی باید عبور بکنیم به طرف تأمین منفعت قومی. باز این مسئله هم وقت تا یک حد فروکش میکنه، دیدگاه های ملی فرصت و زمینه پیدا میکنه. تا وقتی که ما یک واقعبینی سیاسی تاریخ اجتماعی نداشته باشیم، یک بار نمیتونیم ما برخوردهای از طرف حکومت یا از طرف شهروند مطالبه داشته باشیم که در خور شأن شهروند باشه. باید آرام آرام این پروسه ها طی شوه، اما یک مسیر رو به رشد باشه، یک مسیر باشه موانع برداشته شوه و آرام آرام شهروند شکل بگیره و شهروند فارغ از مسائل هویتی بر مبنای تخصص، بر مبنای دانایی، بر مبنای تعهدی که داره در چوکات نظام جایگاه برای خود پیدا کرده. تشکر از شما. جناب استاد راویش، شما چی فکر میکنین که بالاخره ما در همین طور یک وضعیت قرار داریم و ناگزیر هستیم؟ یعنی گفته میشه که دموکراسی بهترین گزینه برای جامعه کثیر القومی افغانستان است و فقط در این نظام میشه که اقوام در کنار هم زیست کنند. شما فکر میکنین چی کارهایی باید صورت بگیره؟ عذاب سیاسی چی کنن؟ جامعه مدنی چی کنن؟ دولت چی مسئولیت هایی داره؟ مثلا افراد چی مسئولیت داره؟ نهادهای فرهنگی چی مسئولیت داره که این فکر تعمیم پیدا کنه و انسانهای افغانستان و برای افغانستان بیاندیشن در گام نخست؟ خب از نظر تئوری یک چند نظریه باید بگم که مثلا در دوره معرف دموکراسی مکاتب مختلف فکری اروپایی اینها چیگونه حل و فصل شدن. مثلا آبرماس به یک عقیده است که مفهوم میهندوستی قانونمند میتونه هویت اون ملیتگرایی را یا ملیت بشکنانه. باز توضیح میکنه که میهندوستی قانونمند چی است. میهندوستی قانونمندی است که شما میهن خود دوست دارین، اصول و ارزش های دموکراتیک زور میپذیرین، ولی بالای کسی دیگه او را تامین نمیکنین، تحمیل نمیکنین یا او را فوق دیگران نمیدانین، حقوق دیگر را به موسوی خود به رسمیت میشناسید. این نظر هابرماس است. مثلا از نظر فیمینیست ها میگن که تمام این دوره هایی که به آمده تا به امروز مفاهیم کهن و نوین شهروندی علیه زن بوده، نه در مفهوم کهنش نه در مفهوم نوینش چیزی برای بیرون رفت داره جنبش زن. خب مبارزات فیمینیست ها دوام داره، ممکن جنبش های زنان در آتی تاریخ برسه به او سرحد که مفاهیم جدید خودش به وجود بیاره.
از نظر فعلی که ما شما جامعه شناسی افغانستان بررسی کنیم، جامعه افغانستان خدمت شما پیشترم گفتم یک جامعه از همگسیخته از لایه ها، طبقات، اقشار و گروه های اجتماعی هنوز به او شکل سازمان یافته که در جامعه سرمایه‌داری شکل میگیره در جامعه افغانستان شکل نگرفته. علاوه بر اینها 40 سال جنگ هم تحمیل شده، جهل بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، تجاوزات داخلی و خارجی بیداد میکنه، از خود فروختگی ها، استخبارات و غیره و غیره و غیره. حال چیگونه میتوان در برابر همه اینها مقاومت کرد؟ در برابر یک هیولا و یک رای اولش خویی است که هم مقاومت کرد و هم وضعیت تغییر داد. محور تمام نهادهای مدنی میتونه احزاب سیاسی باشه. کدام احزاب سیاسی؟ احزاب سیاسی که به اصول دموکراتیک شهروندی معتقد باشن. اصول دموکراتیک شهروندی، هر شهروندم دموکرات نیست، هر شهروندم اصول دموکراتیک نمیپذیره. ما شهروندی داریم متحجر، ما شهروندی داریم عقبگرا، ما شهروندی داریم کنسرواتیو یا محافظه‌کار، ولی ما شهروندی داریم که طرفدار حرکت دینامیک و باعث یک لوکوموتیو میخواد جامعه را به تحرک بره. آیا تمام موانع و صدهایی که در برابر او قرار داره او میتونه به تنهایی از بین ببره، بر اونا غلبه حاصل کنه؟ یقینا که نه. بر محور از او جامعه مدنی است که باید شکل بگیره. بر محور جامعه مدنی، بر این پیرامون جامعه مدنی میتونه در پیرامون از او اتحادیه‌ها و سندیکا به وجود بیاد. بالاخره جامعه از نو سازمان یافتگی و از امی یلا بودن و انمی رها بودن در فضا مانند یک جامعه که مثل شمال های دیگر که میشه پاکت ها را یک دن به آسمان میبره، کاغذ های خالی و اینا را از این طور یک جامعه را نجات بده، بیاره به یک سازمان، به یک جامعه سازمان یافته. و احزاب سیاسی میتونن در این بحث یک محور، بحث محور متفکر، محور سازمان یافته، محوری که بر برنامه محور حرکت میکنن، اینا میتونن نقش بسزا را بازی کنن. اما در افغانستان چنین واقع شده که جامعه، یعنی نهادهای دموکراتیک بین المللی هم که آمدن، اینا مثل مثل گم کرده راه ها بودن، یا ای که آگاهانه یک چنین برخورده کردن، یا ای که ناگاهانه نشناختن. حتی از روشن فکرها و تحلیلگرای ما در گرد میزا میشنیم که ما هیچ چیز با برنامه نداریم. از دوست عزیز پرسان کنی که چقدر سر اعصاب تو تحقیق کردی، چند حزب میشناسی، برنامه چند حزب خواندی؟ نه نه بارین کی گپ بگویم، چند حزب برنامه ایش خواندی که تو میگی که یک دوست ما دمی طلوع چند روز پیش صحبت میکرد و پای سر پای دور داده بود و امیر یه داشت بود که هیچ حزب ما نداریم. بس تشکر از شما. یعنی احزاب سیاسی میتونن نقش بسیار نقش عمده بزرگ در اینجا داشته باشن، چون که تجربه اروپایی و سیاسی فعال و احزاب سیاسی برنامه محور ملی و دارای اندیشه دموکراتیک. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. جناب زیای دانش، استاد راوش بالای احزاب سیاسی تاکید کرد، بالای جامعه مدنی تاکید کرد، بالای مثلا خودی آگاهی شهروندان، اتحادیه ها، بخش خصوصی و این چیزا. حالا فکر میکنین که دیگه چی کارهایی باید شود؟ یعنی شما که حالا به گونه‌ای با دولت من در رابطه هستین، چی کارهایی باید صورت بگیره که یک مقدار اول این تفکر نهادی نشود؟ ما فکر میکنیم که مشکلات یک جامعه بیشتر ریشه در ای داره که او جامعه ممکن است دانای محور نباشن، علم خرد در اونجا محجور و در واقع منزوی باشن. زمانی که یک جامعه جامعه دانای محور میشن، افراد یک جامعه به طرف خردگرایی در حرکت میشن، بسیار از مشکلات به صورت خود به خود حل میشن. اما در حال حاضر خب به هر حال جامعه، هر جامعه باید وضعیت تعیین بکنه، به یک دانایی، به خردگرایی برسن و برایند او یک زیست مسالمت آمیز با حفظ حقوق همه شهروندان او جامعه هست و دولت امروزی که برمیه و دولت پاسخگوست، دولت حافظ حقوق شهروند است. اما نکته اساسی است که برای رسیدن به او جامعه متناسب با تجاربی که جامعه دیگر پشت سر گذراندن، آموزش شهروندی که پیشتر آقای ولی‌زاده هم بهش اشاره کرد یک مسئله بسیار مهم است. ای که شهروندا باید
بدانند اول خودش چه حقوقی دارند. خب حالا بیشتر دولت به نظر سهم نقش دولت چقدر بخشی از مسئولیت های آموزشی رو دولت به عهده دارن که از طریق نهادهای رسمی و مجاری رسمی که دولت به عهده دارن مثلا از جمله آموزش و پرورش باید نقش خودش رو به صورت درست ایفا بکنن در نظام تحصیلات عالی و در نظام تحصیلات تکمیلی باید مؤلفه های شهروندی حقوق شهروندی و اساسی یک جامعه انسانی درست و سالم در اونجا باید آموزش بدن تا افراد از طریق نهاده نکردن در رفتار خودش تشکر به جامعه شهروند محور دست پیدا کنن. جناب بلوچزاده فکر میکنین که اراده دولت چقدر مهم است؟ یعنی مهم نیست که آیا خود دولت به حیث ساختار رهبری کننده جامعه ارادهش برای تأمین حقوق شهروندی و رسیدن به شأن شهروندی مردم رساندن و فرهنگ شهروندی چقدر مؤثر است و به نظرتون چی باید بگیم؟ خب توجه بکنیم که قسمت آخری برنامه است البته که دولت ها در مجموع مسئولیت های نسبت به شهروندانشان دارند اما اینکه حکومت افغانستان در راستا چقدر وجایب خود ایفا کرده یا نقش خود ایفا کرده به خاطر اعاده حقوق شهروندان افغانستان حکومت دلایل بسیار زیاده به خاطر ضعیف بودن خودش و به خاطر ناتوان بودن خودش داره و ایره همه هم میفهمن اما چیزی که بسیار مهم است اوی است که ما ناگزیر هستیم از مجراهای فشار از مجراهایی که پیشتر دوستا صحبت کردن چی نهاد آموزشی است چی احزاب سیاسی است چی اتحادیه هاست چی نهادهای جامعه مدنی است همه از این ما گروه های فشار باید تلاش بکنیم که وضعیت نسبت به حکومت تغییر بدیم حکومت بخواین نخواین قدرت میخواه امی اعمال داشته باشه و به میشیوه برخورد بکنه اما وقت قدرت بیلنس میشه که در مقابلش این نیروها وجود داشته باشه که خوشبختان نیروها است نکته دیگه که پیشتر هم اشاره شد ما باور نمی کنم در افغانستان تا او وقت ای ارزش های حقوق بشری ای دموکراسی ای حکومت داری خوب و این مبارزه با فساد نهادی نشود الا ای که در رأس ادارات و در رأس مجریان این برنامه ها افراد باورمند به این برنامه ها به وجود نبیه امکان نداره شما یک نهاد دارین به نام آموزش و پرورش فرد در اونجا نشسته که مخالفت داره با دموکراسی فرد حضور داره که مخالفت داره با حقوق بشر این جایگاه ها باید تعریف شود جایگاه ها و نقش هایی که افراد ایفا میکنن فعلا در حکومت اینا گرفته شود در جای از اینا جا به جایی صورت بگیره افراد و اشخاص که متحد به این ارزش ها هستن ما از روش صحبت میکنیم جا به جا شود وضعیت تغییر خواهد کرد تشکر بلوچزاده صاحب بینندگان عزیز برنامه این هفته ما در همین جا به پایان رسید سپاسگزار هستیم از مهمانان که در بحث اشتراک کردند و همچنان سپاسگزار از شما که با ما بودید و برنامه را دیدید تا هفته آینده و بحث بعدی شما را به خداوند میسپاریم